چیکتی سهراب جان فوتبال دیدیم شب باخت برد کی برد؟ من یک مسابقه بوده اگر سهراب جان سهراب جان اوه اوه دختر سکر اوه اوه دختر سکر اوه راشد سکر اوه بچه هیچ وقت طرف ناموس کس نباید قسم سعی کنیم چون خداوند جل جلاله او گفته که مردان مؤمن و زنان مؤمن چشمشان از نامحرمان باید پایین باشه و به طرف نامحرم نبینه و او کس مثل خواهر ماست که از او جرح گذر است نباید که ما شما باعث اذیت از او شویم بله بله امو یک با یک مجبوریت برآمده پشت سودا برآمده یک طرف میره مشکل داره وقتی که دوباره پس به خانه خود میره نباید که ما اذیت کنیم شو از رایش دم رایش بگیریم و یک کس میره به عزت بسازه این کار خوب نیست آره درست راست میگه راست میگه تشکر بسیار زیاد بدون شک چشم دریچه دل و اندیشه انسان است و کنترل چشم تابع از روح تقواست برای مسئولیت جامعه از انحرافات جنسی بهترین راه اجتناب از نگاه های آرام است زیرا که نگاه به نامحرم زمینه فسادهای بعدی را فراهم می کند رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید نگاه به نامحرم تیر از تیرهای شیطان است هر کس آن را به خاطر ترس از خدا ترک کند خداوند نیز به او ایمانی می بخشد که در دلش لذت شیرینی آن را احساس می کند و همچنان آن حضرت صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر مهربانی می کنند که در مورد زنان مردم عفت بورزید تا دیگران نیز در مورد زنان شما عفت بورزند و زنان شما از تعرض نامحرمان در امان بمانند بالاخره پیامبر خدا عذاب سخت الهی را در انتظار کسانی می داند که به زنان نامحرم به محابا نگاه می کنند و هرگز از عواقب آن پروایی ندارند آن بزرگوار فرموده اند هر کس چشمان خود را از نگاه به زن نامحرم پر کند و با خیال راحت به این نگاه خود ادامه دهد خداوند متعال در روز قیامت میخهای آتشین به چشمان او فرو خواهد برد و بعد از رسیدگی به حساب مردم دستور خواهد داد که او را به آتش جهنم بیندازند هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان پی ناموس و یفتد نظری بلحوثان